با سلامی سبز بر تمام همراهان نهضت سبزینگی و نافیان خشونت از ناف تهران تا زانوی واشنگتن. سلام بر مخالفان تحریم، معاندان جنگ، مخالفان هر گونه اعتراض و اعتصاب و تظاهرات و شعار دادن و براندازی و اینها. سلام بر مدافعان سخت کوش حفظ حیات وحش و ادامه تناسل بی تنازل حیوانات اهلی و وحشی. حالات باز هم هست که من فعلا درس میکنم. اخبار سبز این بخش خبری را به اطلاع میرسانم. در این قسمت از اخبار سبز امروز در خدمت یکی از چهره ها و همراهان سبز فام جنبش هستیم که ضمن معرفی خودشون تجربهشون رو در اختیار نسل جوان میگذارند. بنده حجت الاسلام و المسلمین کدوی یور هستم که تمام عمر در مسیر اعتراض و دموکراسی بودم. بنده از همون ابتدای پیروزی انقلاب خدمت امام راه بودم، ولی همیشه معترض دیگه. یعنی حتی وقتی دست امامو ماچ میکردم صدای ماچم از 100 تا شعار اعتراضی این خشونت طلبا بلندتر بود. در ادامه برای اعتراض به عدم اجرای قانون اساسی در مجلس بودم. اونجا هم همیشه معترض بودم و تونستم بسیاری از حقوق پایمال شده مردم رو احیا کنم، از جمله حقوق خودم. یه دونه ویلا قبالش رو گرفتم تو شمال، ماشین گرفتم بعد چند تا سفر اروپایی که با عهد و عیال رفتیم، ولی همیشه معترض. در راستای آزاد کردن زندانیان سیاسی رفتم رئیس یکی از زندان‌ها شدم. در همون دوران بود که شاهد شکوفایی استعدادهای زندانیان بودیم. حالا یکی اینجا شکوفه در میآورد، یکی اینجا شکوفه، یکی سر صورت شکوفه بارون می‌شد، اصلا یکی شاخه از شکمش می‌زد بیرون. می‌خوام بگم به این شکل من معترض. الان هم در آمریکا هستم، همچنان این اعتراض ادامه داره. البته خب شکلش فرق کرده، الان دیگه گلس گلس اعتراض میکنیم، بعد تورگی. یک اماکن اعتراض، چون آزادی هست در آمریکا، یک اماکن اعتراضی هم هست که از صبح تا شب، شب تا صبح اونجا اعتراض میکنیم. یه اونجا پرشور تو اعتراضی، چپ اعتراض، راست اعتراض، اینجا همش در حال اعتراضی. من بسیار معترضانه، من حالت اعتراضی دارم. با تشکر از حجت الاسلام کدوی یور، در انتهای این بخش خبری توجه شما را به بخش‌هایی از صحبت‌های تلیت پارسی رئیس سازمان آمونیاک جلب می‌کنیم. لوبیگری یک کانسپت خیلی مهمی است در سیستم دموکراسی. اگر هم نوشته‌های آقای روسو رو بخونه آدم می‌بینه که مشارکت در سیستم سیاسی در دموکراسی خیلی مهم. هیچ وقت واسه جمهوری اسلامی لوبی نکردیم و نخواهیم هم کرد. کاری که ما کردیم اینه که ما خیلی محکم ایستادیم ضد جنگ، به نظر اوضاع نیک و به نظر بیشتر اکثریت ایرانی ها که در امریکا هستن، جنگ یک حادثه خیلی بزرگی هست. واسه حقوق بشر ایران خیلی بد میشه، واسه جنبش دموکراسی خیلی بد میشه. ما مخالف تحریم های گسترده هستیم که فقط روی مردم ایران فشار گذاشتن و این گروه های هستن که خیلی اورگنایز هستن، مخصوصا مجاهدین. آدم نکن هزار وقتی انقلاب شد رژیم چینج داشتیم در ایران، یه سیستم دیکتاتوری رو شکست داریم، یه سیستم دیکتاتوری دیگه اومد سر کار. ما الان باید بریم دنبال دموکراتیزیشن که آدم واقعا بتونه از یه سیستم دموکراسی بره به یه سیستم دیکتاتوری، بره به یه سیستم دموکراسی. من تلیتی از پارسی هستم، کارم لبی، یعنی لبی، یعنی لبیا، آش، دیرزی، یعنی دیرزی، یه خورده غرب، یه خورده جمهوری اسلامی میذاری گاز واسه دموکراتیزیشن، دموکراتیزیشن. میخوری چند میشی، دم میکنی، دیگه نه حال وار، نه حال جنگ داری، نه حال تحریم. دیزی گود، اون کارکترایزی که باعث میشه کانسپتمون یعنی دیزیمون خوب لوبیش، یعنی لوبیش یعنی لا بندازه لیست تروریستی پی ام آیه. اگه اون نباشه آشه سپرستار و نیویورک و مقام عظما و سبز و مبز و همه تولید. بعدش هم که دیگه تر نظام جمهوری اسلامی میفته به تر، یعنی این داستانش اینجوریه که من خواستم بگم. یعنی سبز سبزم هسته دارم، من خیارم به امید روزهای بدون خشونت و لحظه‌های سرشار از سبزینگی و آرامش. بدرود.
این حقوق من چی شد؟ $100 سبد من چی شد؟ سفیر کی میخواد پول ما رو حواله کنه؟ 4 ماه دارم اینجا پک میزنم.